درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 20 از ماه ژانویه. در روزهای چهارشنبه حدود 1 ساعت خدمتتون هستم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنم. معمولا یک غزل از حافظ میخوانیم خدمتتون و بعد میپردازیم به مطالب. میفرماید: خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن، یا تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن. غم دل چند توان خورد که ایام نماند، او نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که بر او رحم اون کس که نهد دام چه خواهد بودن. باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. دست رنج تو همون به که شود صرف به کام، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن. پیر میخانه همی خواند معمایی دوش، از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل، تا جزای من بدنام چه خواهد. این عرض کنند که میفرماید پیر میخانه همی خوان معمای دوش، از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. این جام های شراب کلمات حکیمانه، ابیات زیبا می نوشتند و این کنایه از آن است. بله، و این بیت خیلی مهم بود: باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. مستقیما اشاره دارد به ملا و آخوند، چون آخوند مقلده، آخوند هرگز مبتکر نبوده، یعنی ذهنیت دینی هرگز چیزی تولید نکرده. این است که آدم دینی ذهنش قالب ریزی شده، بنابراین از این قالب ریزی چیز جدید بیرون نمیاد و این ذهنیت در اندیشه کشف نیست، چون همه علوم جهان و همه حقایق عالم را میداند، در کتابش نوشته، یک کتابی است، بنابراین دائم تقلید میکنه، دائم در حال تقلید و تکراره. ملا یعنی حرفایی که آخوند امروزی میزنه همونیست که آخوند 100 سال پیش میزده، و اونی که 100 سال پیش میزده همونیه که 500 سال پیش میزده. برای حافظ اینها رو به عوام در واقع نسبت داده: باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. یعنی آدم های نادان مقلد که دائم یه چیز رو تکرار میکنن و به مردم تلقیح میکنن، اینا هیچ گونه اعتباری سخن اینها ندارد و هرگز هم نداشته است در این تاریخ اسلام. فرض بفرمایید تا اونجایی که ما دیدیم و تا اونجایی که قلم و کاغذ به کار رفته، این اندیشه ها به یادگار مانده. دو عبارت که راه به جایی ببرد ما ندیدیم در نوشته های این دین گرایان، خدا رحمتشون کنه، کلهم مجمعین. بله، خب خدمتتون عرض کنم که یکی از عناصر فرهنگی ما انتظاره. انتظار بسیار بسیار مهمه برای ما. ما شیعیان یکی از پایه‌های مهم فکری ما انتظاره. اینی که حوصله‌مون زیاده، چون آدم منتظر باید حوصله‌دار باشه.
یکی از انواع انتظارها انتظار مرگ دیکتاتور بوده که حالا خدایا این آقا بمیره شاید بعدی بهتر باشه. چرا؟ چون مملکت ما بنیاد سیاسی که نبوده، سیستم سیاسی مدیریت که نبوده. یک نفر که از همه زورش بیشتر بوده، چماقش به دستش بوده و کل مملکت شکل اندیشه های اون رو داشته. یعنی می شود گفت، حالا باید بشینیم و نگاه کنیم و شماره کنیم که این 2500 سال شاید 250 نفر بر ایران حکومت کرده و مملکت شکل اندیشه های این آقایون رو داشته. مردم که اختیاری نداشتن. یه مرتبه می دیدی که کشاورز نشابوری داره خرمن میکوبه، بیچاره بچهش هم اونجا نشسته داره گریه میکنه. یک مرتبه ببینه گرد و خاک شد، دارن از دم قتل عام میکنن، آتش میزنن. چه خبر شده آقا؟ چی شده؟ این چنگیزخان مغوله. گفت اینجا چی کار میکنه؟ مگه خبر نداری؟ حضرت اعلی حضرت دستور داد که نماینده های مغول رو سرشون رو ببرن. حالا اینا آمدن انتقام بگیرن. من که سهمی نداشتم در این کار، چرا سر منه میخوام ببرن؟ چنگیز خان بهشون گفته چرا؟ بلخ بود یا بخارا، یکی از این شهرها، یادم نیست کدام، یکی از شهرهای بزرگ آباد خراسان، چنگیز خان آمد قبل از اینکه همه رو قتل عام کنه و شهر رو خاک یکسان کند، جمع کرد در مسجد، گفت من غضب خدا هستم که بر شما فرود آمدم. اگر شما آدم های درست حسابی بودین، یک همچین شاه، یک همچین دزدی پادشاه شما نمیشد. بنابراین شما مردم بی عرضه هستین. خدا منو فرستاده شما رو تنبیه کنم. اون چنگیز خان بود. حرف خیلی مهم نیست، چون ما همواره تنها بودیم. الان 80 میلیون نفریم، من تنها هستیم. ما بچه بودیم، بزرگتر از ما بسیار بودن، در منزل می نشستن، ما می دویدیم این طرف اون طرف، چیزها می گفتن به گوش ما هم می خورد. می گفتن 100 نفر از فلان شهر رفتن سر گردن رد می شدن، 2 نفر از پشت سنگ آمدن زدن اینا رو که دوتا شده می دانم کشتن، انبار غارت کردن، اینا گریختن، فرار کردن. رهگذران میپرسیدن آقا چی شد؟ گفت هیچی، ما رفتیم اینطور شد. گفت چرا اینطور شد؟ گفت اونا 2 نفر بودن همراه، ما 100 نفر بودیم تنها، اونا زدن و ما خوردیم. 80 میلیون نفر آدم تنها هستیم. اینجا در دیار غربت هم حدود میگوین 5-6 میلیون آدم تنها هستیم. خب وقتی که عرض کنم که یک نفر آمد و چماقش رو برداشت اینجا و سر مردم کوبید، همینطور که امروز هست و امروز ایران و دیروز ایران و پریروز ایران و پس پریروز ایران و 2000 سال پیش ایران همینطور بوده. آرزوی مرگ شده، منتظریم که دیکتاتور بمیره. حالا تازه شایع کردن که این رهبر مسلمین جهان بیماری داره در روزگار جنبش سبز، همین رو شایع کردن و در بعض مقاطع دیگر هم شایع کردن که بله این آقا، حالا چه اهمیتی داره؟ اگر کشور دارای سیستم سیاسی باشد، اگر کشور ساختار دولت داشته باشد به وجه مدرن، چه آدمی بیاید چه آدمی برود. امروز در ایالات متحده آمریکا ما چند نفر رئیس جمهوری بیکار داریم، یک کسی اسمشون هم نمیاره. اینا که دیگه از کاخ سفید میرن بیرون، بعض اوقات خبری هست که یه جا سخنرانی دعوتش کردن، سخنرانی کردن، یکیشون داره خون منزل میسازه مثلا برای بیچاره ها، دیگه مهم نیستن، اصلا اهمیتی ندارن. آقای جیمی کارتر، آقای بوش پدر، بوش پسر،
سال دیگه تقریبا این موقع آقای اوباما رئیس جمهور سابق انگاری نبود. وقتی هم اشاره میکنن به دولت‌های اینها، به دولت‌هاشون اشاره میکنن، میگوین مثلا during Eisenhower's administration، یعنی در روزگار دولت او، مستقیما اشاره به شخص خیلی کم هست. در روزگار او، در روزگار دولت او، یعنی دولتی که تعداد زیادی افراد ما هم همکاری میکردن و خب اینم رئیس جمهور کشور داره نو میشه دوباره، اندیشه نو، آدم های تازه، عقیده های نو، و مرتب کشور داره پیش میره. ما به حمد الله و المنه منتظریم. حالا از این زمینه انتظار که حاصل ناکامی است در واقع و حاصل فقدان امید هست، چه چیزی برخواسته؟ امام غایب. امام غایب، این امام غایب رو کیا ساختن؟ آدمای موفق، آدمای ثروتمند، آدمای خردمند، آدمای دانشمند که نساختن این تئوری رو. آدمای بیچاره بی امید که میدویدن در این کوچه های نمیدونم بسفه و کوفه و نوکری میکردن، موالی که اینها اسیر کرده بودن اونجا به نوکری گرفته بودن، مینشستن که مثلا معاویه بمیره، اینا نه، معاویه مرد، یزید آمد، یزید مرد، ولید آمد، مثلا آقا نشد که این که روز به روز بدتر میشه، که آویختن به یک چیز موهوم که دل خود رو خوش کنه. که البته این اندیشه خاص شیعیان نبوده، در ایران هم چنین اندیشه بوده، نزد یهودیان خیلی قدیم هم بوده، در انتظار مسایا، در انتظار منجی. اینها آدمای بی امید و آدمایی که در واقع اون میزان اعتماد به نفس برای انجام یک عمل و ایجاد تغییر ندارن، یه بهانه است. بنشینید امام زمان پیدا بشود، خب که چه بکند؟ دنیا پر از عدل و داد بکند. حالا از یک سو میگه دنیا پر از عدل و داد بکند، از یک سو از بس توسری و اردنگی خورده دلش پره و خشمگینه. این چگونه بر از عدل و داد میکنه؟ میگه انقدر آدم میکشد تا خون به رکاب اسبش برسد. این امام نشسته منتظر. این یکی از بدترین ویژگی های فرهنگی این شیعه که یقه ما رو گرفته همین صبر و انتظاره. تا کی در انتظار قیامت توان نشست؟ فروغی گفت، فروغ بسطامی شاعر زمان ناصری، تا کی در انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز تا هزار قیامت به پا کنی. زمانی که آمریکایی ها در واقع دموکراسی رو بنیاد کردن، تقریباً با اندکی اختلاف میرسیم به روزگار فتح علی شاه. از اون روزگار تا به امروز ما منتظریم، منتظر آزادی، منتظر حاکمیتی که صاحبان اصلی این سرزمین نقشی داشته باشن، سهمی داشته باشن. داشتم میخوندم داستان مکالمات بیچاره عباس میرزا، عباس میرزای ناکام با یه انگلیسی اینا، که در آرزوی مدرنیته میسوخته، در آرزوی تغییر میسوخته، او هم ناکام شد و سرنوشتش رو میدونید، یکی بعد از دیگری هم میدانید. امروز هم حالا منتظریم که آقای علی خامنه ای تشریف ببرد به بهشت، ببینیم چی میشه. هیچی نمیشه، اتفاق نمیفته دوستان، هیچ اتفاق نمیفته.
این مثل کار ما، کار استبداد ما مثل سچه قطار است که این واگن ها روی این سچه هستن، همجور داره میره حرکت بکنه به طرف، البته از اون سو به طرف جنوب، به طرف شمال نیست. انتظار برای مرگ دیکتاتور. خب وقتی از ما کاری بر نمی آمد و هر روز اردنگ بود و توسری بود و مالیات زیاد بود و بردن بچه های مملکت به جنگ های بیهوده بود که یک نفر تصمیم می گرفت، چه می کردیم؟ صبر می کرد. به محض اینکه یک دولت خارجی حمله می کرد کمک اون می کردیم. هیچ دلیلی نمی دیدیم که دفاعی بکنیم. دفاع بکنیم برای چی؟ برای یک نفر؟ امروز میگویند که مثلا یک تعدادی در نمیدونم کجا متهم هستند که به جدایی طلبی. آقا کسی به جدایی طلبی، جدایی طلب ما نداریم. مردم بیزار و خسته شدن. اون آدمی که در پارساباد آذربایجان نشسته یا در تنگستان نشسته میگه آقا من به من چه ربطی داره این داستان آقای علی خامنه ای، داستان ها شد، جنایت ها شد، آدم کشا شد، نمیدونم شکنجگرا شد، دزدانش، من چرا باید جور بشه بدم؟ آقا جان اینجا نشستم در پارسابا. دستش از تهران دراز کرده داری جوانای نمیدونم باکو رو خفه میکنه. مثلا حالا باکو دوره از ما ولی پارسابات بهتری جاست، چون دورترین جا که من میشناسم در نزدیکی دشت مقان اونجا باید باشه. داری جوانا اونجا رو خفه میکنه و خسته و بیزار میشه. باری این خیلی 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 عرض کنم که عنصر زیان بخشی است. وضعیت خودمان رو ببینید خارج کشور، وضعیت خودمان رو ببینید خارج کشور. آقا این کارهایی که در ایران صورت میگیره و ما مرتب شاهدون هستیم، در هر کشوری دیگری بود اگر 500 نفر در خارج داشت، خارج از مرزها، حداقل اینا 200 نفر از اینا یه اقدام میکردن. 5-6 میلیون خوش و خرم نشستن، پنداری که هیچ اتفاقی نمیفته و عدل و عدالت برقرار هست و لزومی نداره ما حرکتی بکنیم. همه هم تنها هستیم، منتظر حاکم عادل نشستیم. این مسئله های هم در زبان فارسی هست برای اینکه توجیه بکنن. گفت سلطان محمود دستور داده بودی که بکشن، این قصه ها رو مادرهای قدیم برای بچه هاشون میگفتن. پسر ناراحت بود و گوشه زندان گریه میکرد و مادرش آمده اونجا میگفت که مادر قصه نخور، خدا از سلطان محمود بزرگتر. تا نزدیکی صبح شد گفتن سلطان محمود مرده، مادر بچه رو آزاد کرد. پس نتیجه میگیریم که بایستی صبر کنیم، منتظر مرگ دیکتاتور باشیم، خودمان کاری انجام ندهیم. این هم از داستان ماست. خب اجازه بدید که من از امیر خواهش کنم یک موسیقی پخش کند، برگردیم و یک در واقع مرور تاریخی بکنیم از وضعیت ایران و همسایگان تا برسیم به عرض کنم ماجرای انگلیس ها و دخالتشون در جنگ ایران و روس و عهدنامه گلستان، تا بپردازیم به در واقع وضعیت ایران، چون در باب داستان انگلیس صحبت کردیم و اون این که وقتی که اعراب به ایران آمدن ایران از هم پاشید، نه قدرت مرکزی بود، نه مردم ما چیزی اختیاری داشتن، نه شخصیت ایرانی میتوانست کاری بکند. در دوران بنی امیه که خب اینا در واقع موالی و نوکر میخواندن ما رو،
و بنی عباس هم در واقع بدتر از اونها بودند. حالا ایرانیان در اونجا نفوذی کردن، بماند این مملکت تکه پاره شد، هر تکهش دست یک کسی میدادن تا میرسیم به سال 656، سالی که سعدی حالش خوش بوده. بله، در اون سالی که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود. در این سال هست که به تشویق خواجه نصیر طوسی و کسانی دیگر هم بودند، این عرض کنم که هولاکو خان مغول کاری که ما نتوانستیم انجام بدهیم، علی‌رغم تلاش های پیگیر نتوانستیم انجام بدهیم، و اون هم برانداختن حکومت خلفای عرب بود، این کار رو مغول ها انجام دادن. اگر مغول ها نبودند شاید ما هنوز نوکر خلفا بودیم. باری مغول ها که آمدن خلفا رو برانداختند، دست این گروه کوتاه شد، مغول ها جانشین شدند و حدود 150 سالی عرض شود که اینها بودند. ابتدا تمام یاسه های چنگیزی بود، قوانینی که چنگیز خان گذاشته بود، بعد رفته رفته اینها دیگه فرهنگ ایران در اینها گرفت و در واقع اوضاع به گونه دیگر شد، تا اینها هم عرض کنم که با مرگ سلطان ابو سعید داستان مغول هم از میان رفت، اما ایران همون تکه پاره بود، در واقع ملوک و طوایفی بود، هر جا شهر یک شاهی برای خودش داشت و سعی میکرد که با پادشاه شهر در واقع همسایه رقابتی بکند و بد بگوید و در واقع مردم رو علیه هم تحریک بکنند به اینها که میتواند این شهر رو نگه بکنند و وطن و میهن به وجهی که امروز میشناسیم نبود. عرض کردم خدمتتون وطن برتون سعدی و حب وطن اینجا یعنی حب شیراز، گرچه حدیثی صحیح حدیثی است درست، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. وطن معنی شهر میداد، همون شهری که زادگاه شاعر بود یا نویسنده بود، تا اینکه صفویان آمدند. صفویان که آمدند دوباره در واقع ایران رو ساختند، ایران دوباره امپراتوری شد، منتها دشمنان هم داشت. بزرگترین دشمنان ایران روسیه بوده، همیشه روسیه، همین شوروی سابق، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و روسیه دید پریروز امروز، یکی از بدترین دشمنان بوده. فزون بر روزها ما عثمانی ها رو داشتیم در این مقطع، بله، ترکان عثمانی که اینها بسیار متعصب بودند و در واقع ترکیه رو مرکز اسلام کرده بودند با یه منبر تقلبی و یه شمشیر شکسته تقلبی و یه دندانی هم نمیدونم کجا آورده بودند و اینجا رو در واقع گرفته بودند، این عربستان و تا عراق و اینها رو هم گرفته بودند، اونجا که رو مرکز چیز و در اندیشه اینا هژمونی خودشان بودند که گسترش پیدا کنن از دو سو، یکی از طرف جنوب یعنی ایران رو بگیرن و اروپا رو. در اروپا در پشت دیوارهای وین ماندن، از این سو هم صفویان جلو اونها ایستاده بودن و یکی از دشمنان بزرگ ایران زمین در این دوره ترکیه بوده. به شمال شرقی ایران که نگاه کنیم، بازماندگان چنگیز خان که من بارها از اینها نام بردم، این ترکمانان رو عرض کنم که زرتشتیان اون منطقه، خراسان رو ده ها بار صد ها بار اینها قتل عام کردند و از میان بردند و خراسانی که آبادترین روزگاری آبادترین مناطق جهان بود و به لحاظ شهرنشینی در بالای جدول مدنیت بود به خرابه تبدیل میکردند، یک روز در میان حمله قتل عام، به خصوص که میگفتند اینها رافضی هستند و رافضی خونش حلاله، یه حکومت سنی اینجا، یه حکومت سنی اینجا، روسی هم در میانه و مترصد بودن که فرصتی به دست بیاورند و کشور رو تقسیم کنند، تا اینکه
در واقع اشرف افغان و محمود افغان اینا آمدن و پایتخت امپراتوری صفوی رو گرفتن و روس ها و عثمانی ها اینا فرصت خوبی به دستشان آمد، نشستند و گفتند و برخواستند، قرارداد بستند که تقسیم کنند بخش بالای ایران زمین رو بین خودشان تا میانه ایران، بخشش مال روسیه، بخشش مال عثمانی باشه، اون بخش جنوبیش هم در دست افغان ها باشه فعلا، تا در واقع در این اوضاع بلبشو ما استفاده های خودمان رو بکنیم. شانس با ایران یاری کرد. یک مرد غیور، یک جنرال جنگجوی بی‌نظیر پیدا شد از خراسان به نام نادرشاه افشار، طهماسب قلی خان، القاب مختلف داره، و آمد و با نبوغ نظامی که داشت اینها رو بیرون کرد از مملکت، بیرون کرد. اگر خطا نکنم یه قراردادی شد بین اینها به حدود سال 1700 و اندی بین روس ها و عثمانی ها که ایران رو تقسیم بکنن. باری نادرشاه آمد و اینها رو بیرون کرد. بخش هایی که از روزگار قدیم جز ایران بودن اینها رو اصطلاحا کاکس میگن. کاکس در واقع بخشی که بین دریای سیاه و مدیترانه هست، کوههای بلند داره، شامل داغستان و ارمنستان و گرجستان و اینها، اون به قسمتی که اروپا رو از آسیا جدا میکنه، کل این منطقه رو به این نام میگفتند و در واقع یکی از بهترین سرزمین های این کل اینجا همین منطقه بود. از روزگار ساسانیان در اینجا مناقشات بود و اینجا جز ایران بود. حالا بعض اوقات بعضی تکه هاش رو دیگران می گرفتن، ایرانی ها دوباره باز پس می گرفتن. اینها در این دوره ها که عرض می کنم خدمتون، در دوره صفوی، نادرشاه، اینا همه جز ایران بودن، تا می رسیم به عصر جدید، روزگار کاترین، و بعد پل رو داریم و بعد الکساندر. اینا امپراتورهای روسیه بودند و به گنجه در واقع اینا حمله کردن و قتل عام کردن. آقا محمد خان هم رفت اونجا تفلیس رو قتل عام کرد. این مناقشات در گرفت و بالاخره این روسا تصمیم گرفتن که این مناطق رو از ایران جدا بکنن. این در روزگار ارز کنم که فتح علی شاه قاجار هست، یک آدم عقب افتاده ای که از اوضاع احوال سیاست به کل بیخبر هست، از فرط خودخواهی و خودبینی خودش رو برترین شاه جهان مینامه و حقیقتا باور میکرد که میتواند روسها رو شکست بدهد و حقیقتا بر این باور بود که این بزرگترین شاه جهان هست و قبلش هم داده نوشته. حالا عموی این عرض کنم که آقا محمد خان با عرضه بود، جنرال خوبی بود و سرزمینی از ایران از دست نداده بود، تا رسیدیم به روزگار این آقا و اینجاست که داستان انگلیس ها پیش می آید که خدمتتون عرض کردم چگونه از اولاد و احوال یکی از سرداران نادر، اینها یک بادشاه بود که حمله میکرد از افغانستان و بخشا از هندوستان تسخیر کرده بود. اینا بسیار ترسیدن انگلیس ها، چون این هندوستان عرض کردم بزرگترین الماس بر تاج استعمار انگلیس این هندوستان بوده، به جهت اینکه سرزمین بس بی اندازه غنی و ثروتمندی بوده و انگلیس ها در اونجا قدرت مطلق بودن. آمدن و فتحعلی‌شاه رو تهدید کردن که از پشت جبهه حمله بکنن و خلاصه اون چیز رو از بین بردن، همین بادشاه رو، به خاطر که در بین نیروهای انگلیسی قرار گرفته و ایرانی. و در اینجا انگلیس ها در این بین اندیشه فرو افتادن که ما بایستی یک منطقه خونسا ایجاد بکنیم بین ایران و هندوستان
و از نفوذ فرهنگ ایران در هندوستان جلوگیری بکنیم، چون چندین قرن بود که فرهنگ ایران زمین منتهای اثر رو در هندوستان داشت. هنوز هم این زبان هندو شاید 15-20% لغاتش فارسیه و زبان در واقع روشنفکری و زبان درباری زبان فارسی بود. ما همسایه هند بودیم و این پادشاهانی هم که اونجا رفته بودن از بابر، که اینا از اولاد و احواد در واقع تیمور لنگ بودن، اینا بسیار مردمان متمدن و فرهنگ دوست بودن و لحاظ کسرت فضلا و شعرا دربار اینها چندین برابر دربار صفویان بوده. باری اینا گفتن ما بایستی این افغانستان رو جدا بکنیم و چون ناپلئون نامه نوشته بود فتحعلی شاه، که البته اشاره اول فتحعلی شاه بود، فکر میکرد میتواند از فرانسویان استفاده بکند و چون با روسا مشکل داشتند و اینها، ناپلئون هم نفرت عجیبی از انگلیس ها داشت و میخواست که این هندوستان در چنگ انگلیس ها در بیاره. نامه نوشت و یک قراردادی که به قرارداد فینکنشتاین مشهور هست در میدان جنگ فینکنشتاین امضا شد. ژنرال گاردان به ایران آمد و تعداد فرانسوی که اینها لشکر بکشن و از ایران و کمک ایرانیان و از طریق ایران به هندوستان حمله بکنن و از اینجور داستان ها. و فتحعلی شاه هم به این دام گرفتار شد. در واقع انگلیس هم عصبانی شدن، اما از طریق دیپلماتیک وارد شدن، نمایندگان فرستادن، بله که با شما کمک میکنیم و چین و چنان. و اولین نمایندگان اینها در روزگار شاه طهماسب اول بود که دستور داد اینها رو کفار بیرون کنن، از در بیرونشون کرد و همطور که عرض کردم گفت روی هر آجری پا میگذارد این آجر رو عوض کنید. اما بعد به گونه دیگر شد. باری قراردادی بستن بین ایران و فرانسه شامل 14-16 ماده است. در عین این احوال که ناپلئون این نقشه رو داشت، پال رو که تزار روسی بود کشتن و الکساندر به جای اون آمد و میان ناپلئون و این آقای تزار الکساندر اختلاف افتاد و این اختلاف سبب شد که در واقع ناپلئون نقشه حمله به روسیه رو بکشه و فکری گشت راجع به ایران عوض شد. گفت چه بهتر است که ایرانیان با اینها در حال جنگ باشند، چون همه اتفاقات در حال در جنگ اتفاق افتاد. جنگ اول ایران و روس ها حدود 10 سال طول کشید و منجر شد به قرارداد گلستان. جنگ دوم حدود 6-7 ماه بیشتر طول نکشید و منجر شد به قرارداد ترکمانچای و همه این ایالات زرخیز و فرهنگی از دست ایران گرفته شد به واسطه بی‌عرضگی این فتحعلی شاه. بسیار اتفاق افتاد که روس‌ها نماینده فرستادن برای صلح به دربار این فتحعلی شاه، اما این از فرط کبر و غروری که داشت معطل می‌گذاشت یا جواب‌های سخت و سنگین می‌داد و این نمایندگان هم میرفتن و اگر یک آدم عاقل در دربار این آدم بود و به شرایط در واقع نظامی روسیه وارد بود و این آقا را حالی میکرد که آقا ما نمیتوانیم با اینا جنگ کنیم، شاید که این استان ها هنوز جز ایران بودن. اما از یک سو آخوندها در واقع محرک فتحعلی شاه شده بودن برای جنگ با کفار، حتی آمدن حکم جهاد هم صادر کردن و در واقع قرارگاه جنگ یعنی سرفرماندهی در سلطانیه بود که همین رضایی امروز باستی باشه اگه اشتباه نکنم، و در اونجا یک آخوندی از اصفهان
راه میافتد میرود به تبریز، از تبریز برود به اونجا، وارد خزینه حمام میشه، اونجا استعمام میکنه. اون حمامی میگویند که ثروتمند شد به جهتی که این آقا رفته بود اونجا، این آب کثیف این خزانه نداره که سمه، اینا میفروخت میفروخت به تبرک و تیمم، مردم میبردن که این آقا اون تو بوده. داستان حیرت انگیز است. اینا هم گفته بودن که شما بایستی با روسای کافر جنگ کنید، چون به مسلمانان داغستان اینا دارن ستم میکنن، اگر شما جنگ کنید ما حکم جهاد میدیم، چه اینو چنان میکنیم، شما نگران و ناراحت نباشید، از ضعف قوا نترسید، در جنگ بدر هم تعداد مسلمین یک سوم کفار و اشقیا بود، پیروز شدن و فرشته ها به اونا کمک کردن، شما هم اگر جنگ شروع کنید فرشته ها به شما کمک میکنن، ناراحت نباشید، ما دعا میکنیم. آخوندها هم از این سو از این کارها میکردن. باری انگلیس ها در دو سه مورد آدم فرستادن، عرض میکنن که سر جان ملکوم فرستادن، سر هارفرد جونز فرستادن اونجا، که یکی نماینده دولت پادشاهی هند بود، عرض کردم آسیا از هند اداره میشد، یکی هم مستقیم از لندن آمده بود، و این شخصیت دوم قراردادی با ایران بست و قول پولها داد، قول کمکها داد، اما چون فرمانده کل هندوستان که یک لرد انگلیسی بود با اون مخالف بود، این قولها رو اجرا نکرد و اون پولها رو نداد و این داستان به هم خورد. سرانجام ایران یک هیئتی فرستادن به انگلستان، برخورد ایرانیان با پادشاه انگلیس و اینها خیلی خیلی جالبه، اینها ندیده بودن که یک پادشاهی به سادگی نشسته باشه اونجا و آدم ها به سادگی بیان پیشش رو برند و این تشکیلات و این تشریفات و اینها ندیده بودن. داستان های خیلی جالبی از این قضایا در دست هست و عرض کنم که قرارداد بستن که ایران در واقع به هیچ یک از دولت های اروپایی میدان ندهد و چنانچه اینها در حوزه های خلیج فارس و جاهای دیگر چیز کنند شدت عمل نشان بدهد. قرارداد پشت قرارداد نوشته میشد. جنگ هم درگیر بود، جنگ ایران با روسیه درگیر بود. متاسفانه یک مرد لایق ما فقط در اونجا داریم، لایق روشنبین، و اون کسی است، نخستین کسی است که دانشجو به خارج فرستاد و تعداد زیادی متخصص تربیت کرد. یک ارتش مدرنی رو در تبریز درست کرده بود با یونیفرم، با توپخانه ها، و مرد مترقی بوده و در میان رجال قاجار ممتاز است و فرماندهی لشکر هم بر عهده او بود. عباس میرزا، عباس میرزای ولیعهد که بیچاره ناکام شد و دق کرد دست این پدر و اینها بماند. عباس میرزا هم در حال جنگ یک تعداد سوار داشت نامنظم، تعدادشان بیشتر از قوای روسا بوده در ابتدای جنگ، اما چون منظم نبودن توفیقی حاصل نمیشد. و خنددار اینجاست که وقتی که قرار مصالحه شد و قرار این شد که استاتیسکو محترم شمرده بشود، استاتیسکو در اون لحظه یعنی این که روسها تا اینجایی که گرفتن مال اونها باشد و سپاهیان ایران تا همینجا که هستن اونجا مال ایران باشد، اون بخش مال روسها باشد، تا این که یک قرارداد صلحی نوشته بشود. این لرد انگلیسی که آمده بود و دخالت میکرد در کار صلح، استاد نفیسی میگوید که این کار را مخصوصا انگلیس ها کردن که جایی برای مناقشه و جنگ باقی بماند، و اتفاقا همین کار هم شد و منجر شد به این داستان ننگین ترکمانچای. استاد نفیسی، سعید نفیسی میگوید سرانجام پس از این جنگ های بیهوده
که از 1218 تا 1228 بیش از 10 سال طول کشید، دربار تهران به دولت انگلستان متوسل شد و انگلیس ها در میان افتادند و عهدنامه‌ای که به عهدنامه گلستان معروف است در میان ایران و روسیه در 29 شوال 1228 برابر با 12 اکتبر 1813 امضا شد. اون بخش ها رو اگر لطف کنید نشون بدین، بخش هایی که عرض کردم داغستان و گرجستان و این هاست که بین دریای سیاس و مدیترانه، اگر شد که تصویرش رو همین جا نشون بدین، هموطن هم بدانن که داستان چه بوده، ما راجع به چی صحبت میکنیم. این عهدنامه در لشکرگاه گلستان بسته شد. نماینده ایران برای امضای اون میرزا ابوالحسن ایلچی و نماینده روسیه ژنرال رتیشف فرمانده جان گفتن 2 دقیقه. بله، ژنرال رتیشف فرمانده نیروهای گرجستان بود و شگفت این است که سرگور اوزله سفیر انگلستان در دربار تهران نیز در موقع انعقاد آن به عنوان شفاعت حضور داشته است. این خیلی خیلی مضحک و خنده داره. اساس این عهدنامه به اصطلاح حقوق بین الملل status quo بود، یعنی نواحی که تا اون تاریخ به دست دولت ایران بود متعلق به ایران بماند و نواحی که روسا متصرف شده بودند به روسیه تعلق گرفت و متعهد شدند لشکریان ایران و روسیه از روز امضای قرارداد در هر جا که هستن همونجا بمانند و از اونجا تجاوز نکنند و اونجا مرز میان ایران و روسیه باشد تا بعد نقشه معین و دقیقی ترتیب بدهند که مرز دو کشور را معلوم کند. این استخوان لایزخم رو مخصوصا انگلیس ها انجام دادند که در واقع مناقشات باقی بماند و جنگ دوباره در بگیرد و ایران ضعیفتر بشود و در واقع هرچه بیشتر ایران رو ضعیف بکنن خطر حمله از ایران به هندوستان کمتر بشود. این خیانت بزرگ انگلیس ها بوده در حق ایران که یکی از بزرگترین خیانت هاست. بله، و اونجا مرز میان ایران باشد تا بعد نقشه معین رو در ترتیب بدن که مرز دو کشور معلوم کنند و پس از دقت کامل خط سرحدی را معین کنند. همین نامعلوم بودن مرزهای ایران و روسیه و مقررات عهدنامه گلستان سبب شد که دولت ایران از این عهدنامه تخطی کرد و ادعای غبن داشت و به جنگ دوم با روسیه دست زد و به همین جهت یگان سود عهدنامه گلستان این بود که صلح موقتی ناپایدار تا 13 سال بعد یعنی تا سال 1826 در میان ایران و روسیه برقرار کرد. چنان می نماید که شاهکار انگلیس ها در این میانجیگری این بوده است که اختلاف ایران و روسیه یک سر قطع نشود و سرحد دو کشور معلوم نباشد تا همیشه راهی برای جنگ دیگری باز بماند چنان که شد. بله، اینم در واقع ایران با فتح علی شاه وارد سیاست جهانی شده و در این مناقشات در حالی که هم ضعیف بوده و هم یک رهبری بیعقلی مثل فتحعلی شاه قاجار داشته با اون ریش و پشمش هزار زندگیش و سرانجام هم یک سوم از بهترین عرض میکنم بخش های کشور عزیز ما از تنه اصلی جدا شد. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از امیر و سپاس از شما نازنینان که وقت خود رو گذاشتید و حرف رو متوجه کردید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.